درود سلام خدمت شما هموطنان نازنین، خدا کنه که خوب و خوش سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. بازم خوش آمدید میگم در برنامه آشپزی خاله نفیسیتان و در گل سرسبت کابل شیرین. سلام مادر کلان، سلام همکارای عزیز، سلام نفیسه جان شیرین قندن. شکر که جور شدی، شکر که آروم شدی، زنده باشی، جور باشی. الهی آمین. دیگه در روزت نبودی که دل جگرم برم بودم. خدا نکنه. دوستکای عزیز نازم، شکر در سر شما، شکر که جور هستین، آرام باشین، که دیوسته پمولکان چیزی که مسافر از جور آرام باشین. السلام علیکم عزیز دلمیت، که جور صحتمند سرحال باشین، در جای دنیا هستین، خنده بر لب داشته باشین و خوش خندان زندگی کنین. شفا باشه خاله جان، چطور است مریضید؟ شکر بچه بهتر هستم فضل خدا. شکر از پنج شنبه و جمعه و شنبه کده فضل خدا. شکر خاله جان، شما چطور هستین؟ رخصتی ها بخیر گذشته؟ بخیر باشه خاله جان. من خود مزایم کارتان هم شدم که در این سب وضعیتم خراب شده. نه خدا نکنه خاله جان، مزایم نبودی. و خدا و خدا خیاگم روز نوی رساندم، خدا به خیر دیگه وضعیتم خراب بود. خدا جانم خیر کل باز کتیم در جنجال بود دیگه، مجبورم فهمیدم که دیگه دقیقه به دقیقه بیتاب شده رفتم خدا کندم. حالا چطور است وضعیتت خاله جان؟ حالا خوب هستم، بهتر هستم. حالا چیم دیگه دوایی رو میخورم، زیر تداویستم دیگه، خوب است، بهتر شدیم. شکر الحمدلله. شکر خوب است خاله جان. دیگه ما میبینیم در برنامه تنها بودیم دیگه خاله جان، جایت خالی بود دیگه. دیگه بسیار خدا تنهایی ساس میکنیم خاله جان. قربان تن، زنده باشین همکارای عزیزم، دختر نازم، مادر کلان شیرین، یک جان سپاس از این مهربانی و همکاری و دوستیتان. دیگه معذرت میخوایم که تنها ماندین. نه دیگه خاله جان، بدن خودت خانه بود خاله جان، دیگه خاطر که مریض بودی از خاطر دیگه ما رو تنها. اگر نه چقدر چاپی شد، اگر جور میبینی خاله جان ما رو تنها کهی میبینی. زنده باشیم، خوش شکر کم برنامه تا نصب کردین. بخیر باشیم. نشرم شد نشده تالا ندگه معلومات نداریم دقیق کم برنامه رو ثبت کردی، نشد در نشد رفته نرفته دیگه، زیاد فراموشم رفت که فراموشم شد ببخشی که خیبر جان هم میگفتم که برنامه تا نشد شد نشد. خب بیندای عزیز، امروز در برنامه خدا یک کدوگه که متر دیگه مزدار تند تیز پخته کنیم، مثل که شو و یک خورخندیم از کل اگیز دیگه خورخنده بسیار یک خور سمیمی زگه خورخنده هم گفته نمیشه خورسن. بر تک تکتان سلام رایی کرد عزیز جان، بنام عزیز جان و تک تکتان مادر کلان جان سلام بگوی، سارا جان، خیبر جان و شبیر جان، لیاقت جان، کل اگیر اگر سلام زیاد میگی، زیاد دوستان دارم، زیاد خوشتان دارم. بسیاری آشپزی رو گفت از برنامه تیاد گرفتم، نفیسه جان کپی کردم آشپزی، گفت خوز یک کچ رو قروتم و دویم دکه گفت اینم پیوی دوخی رو یاد نداشتم، گفت بچیم ثبت میکنه باز میارد بر من، باز من در تلویزیون سعی میکردم، باز من نمرنگت چالان میکردم، باز چی میکنی چی نمیکنی، بازم هم قسمت پخته میکنم، چی یک مزدار آمده بود خاله نفیسه. پیوی دوخی که پیاز بریانی که کرده بودیم، پیاز بریانی زیاد مزه میدم. خوب همه تا دیگه سیرشان فریمان انداختم، همه تا مرچم و همه چیز شده که همه تا فریمان میگه روزام گرفته بودم، روزی من میگدم پیوی دقیقی افتار کردم. گفت یکی هم پیوی تخمی به خوشم میاید دیگه، همه چیز خوشم میاید دیگه، لاندی خوشم میاید بسیار دیگه، خواستش بالا بود. بعضی خاله جان خوش داره چیزای ترگی بود افغانی های خدا، چیزای افغانی خوش داره، مثلا شروع و چیزایی باشه که نان ترکن. نگفت شروع را خوش ندارم، یکان تو خوش داره که نان ترکن نمیشه. آها، مثلا کمیال مثل شبی جان خوش شد چون کدوگک آوردی، کدوگک نمیاردی، یکاش میاردی یک ماچ میکردیم. اما یک مزم میده پیزا پخته میکردیم، اما تا مزدار تند تیز دیگه نوش جان میکنم. خب کدوگک هم جای خدا داره، ترکاریه هر گل بی خدا داره، مزه داره، کیف داره، دیگه بی ضرر است
نقص نمیرسونه به صحت، ضرر نداره. بس خاله جان پیوی دوغی تیار کرده بود، اگر نوشال کرده دیگه حتما خوب مزه دار اومده بتزیم. گفت پیوی دوغی دیگه فزن برنامه دیده رفتن که باش چه قسم میکنی چه قسم نمیکنی. گفت ایرا جور کردن. گفت نفیسا جان یک مزه داد. گفت فارقن یک مزه داد که دیگه روزی من دیگه هیچ نخورم. روزی من که تزم افتار کردم. گفت چهارشنبه و پنجشنبه روزه میگیرم. گفت نه چهارشنبه نگیر، دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیر که فضیلتش بالاست. که از دوشنبه پنجشنبه که خدا رسول مقبول صلی الله علیه و سلام همی دو روزه روزه دمی دو روزه روزه میگرفتن که فضیلتش ثوابش بالاست. پنجشنبه و دوشنبه زیادتر ثواب داره. آها زیادتر ثواب داره. باز روزه زمستانی زگر روزه هم کوتاست. ماه رجب است که زود تیر میشه. با دمای رجب چقدر ثواب داره روزه گرفتن که همه گناه های آدم پروردگار عالمین میبخشند. بخشندگان پروردگار هستند. گناه های آدم کم میشن. دیگه امروز در برنامه آشپزی خودم دیگه بخیر شروع کنیم. دست بزن خاطر دیگه خاله جان ما تعریف میکنیم که یک غذایی که پختم میکنیم تعریف میکنیم تند تیز مزه دار است و مثلا تعریف میکنیم. از همون خاطر دیگه خوب شد که من کس میگم قسم تمت تند تیز گفت پخته کردیم. نوش جان نوش جان نوش جان من رای میگم این عزیز جان دیدی که مادر کلان که یک لقمه زم پیوی دوری به ما رای میکنیم. خب دیگه ناگزیر دیگه بدبختانه که ما دیگه دستم کانول تک تک است. خواستین خاله جان. درد داره دیگه شما شروع کنین به خیر در کارتون. قربان نور چشم مست مادر کلان تاج سر مست نور چشم. زنده باشین شکر. نه ای نه یا من زن شکر نگی بشین یا اولاد کایت نواسایت بچه کایت دخترایت. شکر در سر همه تان. شکر سر خیبر جانم و سر چیام شما شبیر جان هم همکارای حالا از ما همکاری نیستک. همکاری ما خوار مادری است. بله خدا جان راست میگی. مادر بچه هستیم. گفتی اگان تا که اینم که یک سر سوزن از خوار مادر سکه کم بودی نداریم. بگم نگم شکر است که یک میرم محبت از در بین ما. بله بله در بین همکار که یک میره محبت و مادری و بچگی و خواری نباشه باز من پیش نمیم. خوش آدم هم نمیم. باش که میره دقیقه یک قصه یادم آمد. قصه یک کسه که در این هفته بر من قصه کردم. این آدم های تنبل قصه کنم دیگه مثل که من امروز حال تنبل شدیم. خدا نکنه خاله جان تنبل نیست. خاله جان خدا نمیتونم. گفت که شب زمستانی بود دیگه خود پرمتی گوشت قاق مزدار گفت پخته کدم در دنی خانه. امی نصف شب شد گفت جوانی بچگی گفت خیستم امی چی کردم اک رفتم که او بخورم. همیشه که فر شو همی یک سطلاو در مدالیز فامیل میماندن برخوردن که بچه ها تشنه نشد برن هم گلاس ها بگیرن و بسر کنن و بخورن. نگه رفتم دیگه چمایم در خو است از همیشنی نخو مست خو گفیستم. رفتم در مدالیز برامدم که یک گلاس ها بخورم. یک گلاس ها بخورم گفتم یه همه میخورم چربک چربک. آوا میگه تک کردم چربک چربک میره یک قسم چربک یک قسم بویر. نگه صبح خیستم مادر تو در سطل چه قسم هم انداخته بدی؟ یک قسم بویک میدادک چربک چرا روغن بویک میداد چربک. گفته در کجا؟ دی گفتم شاو خازی آدم رفته که من سطل آوا پر میکردم ددالیز میماندم. نه مانده بوده سطل آوا. گفته خیلی چی بوده که ما او خوردیم؟ گفته از لگند دشی گرفتی خوردی. دستاره که ششته بودم یه هفته هم یه قطعه کده لگن ماو پر بودم از همی لگن ماو گرفته گلاس میگه چهار پنج گلاس ها خوردم. نگم چربک چربک کدیم ترسو که چرکای دستن چرکای دستن میشه جان کده مثل پیوی زار ترق باره خوردن. خب دختر ببین که در چی زخیده او داریم نداریم. حالا صبح یخ زده بود که یخش واش شده نشده واش شده. چی کردی مادر کلان جان؟ خب جان این قربان چند پوست کده میرم میره بخیر. بخیر کردی خیلی شکر میکنشیم که خدا که چکر جور شدیم. زنده باشی مادر کلان جان. شکر در سر خودت در ایمان آخرتت.
حالا باید من خدا خالی نکنم. آی دایم زنگ برد میزدم اولکتم آه شکر دستت خدا نکنه شکر که جو شد همی صدا بیا که کمی تو میبید کاش که زنگ نمیزدم صدای صاد میمد که دلم خوش میشه صدایت که صاف آمده که سر میچود از آل بار بفتم شکر قربان شکر نگیده ایمان آخرت زمستان از دگر روزای زمستانی یک روز جور دار روز ناجور خدا می جان درد من نکنه مادر که درد من یک فکر درد جای گرفت خلاص دگر دگر تا که زندستی از در جانه دگر تا که آدم از بین ببره و وقت واده پوله شده که از بین زمستان زیادتر مردم مریض میشه بخطر که آب هوا خراب است آلوده است بسیاری مردم ندارن تایر می سوزانن بوتکونه می سوزانن بوتل پلاستیکی و مدنی یاره می سوزانن به او خاطر نمی ها به او بیخی خراب می شن خراب می شن موز که باعث سینه و بغل باعث ریزش و زکام هوا گای گرم گای سرد گای خنک دیگه باز در قر وقت برف هم نباریده بود بارندگی هم میت نشده بود نه باران باریده بود نه برف باریده بود که نفذ به خدا که خداوند رحم پروردگار شد که دمی دو روز برف باریده که نظرگه که آب هوا صاف شده مکروب از بین دفته یک سرم اگر در خانه که در این مادر کلان چهار نفر پنج نفر افتاده سینه و بغل ریزش تاو شدی خانم در ای که دست بوی در خانه داخل شده نمیتونی که چرغت بوی است که چرم بوی است که اوخ بتر سینه را تخته میکنه از بعد بتر انسان وضعیتش خراب میکنه نال گفتم ایت نمانی نمت کم پلکا را بگیری نکه یک بشکه که جوش پر کنین زیر پایتان بانین اونو مور گرمی باشین از قدر درد مرز هم خکم میباشین نفتی دادم میگم دمی کوچه میگم آه میگم از او کدم و چی کنی نکن بشکه گرم رایتانی آه گرم نگاه میکنه وضعیت سینام خراب نمیشه سینام خلام نمیشه خب شکر در حال شکر میکنیم اکرم خودت چیال داری سارا جان بخصت یا بخی گذاشت دقنا آورده بدی پشت من دقنا شده بدی رب من پشت من دق شده بدی با سارا جان خیلی چی یک زنگم نزد همین هم زنگ زدینه؟ خاله جان اینه خاله جان گله داره خاله جان یک روز بر زنگ زدم دیگه روز بر دیگه زنگ نزد خانه شد دیگه خاله جان بخاطر خود اگه مشکلات خود آه خطا مریض دار استین آه دختر نازم من شکر که جور سرطمند و سرحال استین نموش جای شکر استن هر حالت شکر میکنیم نظار با شکر میکنیم اگر دردم میتصرف پروردگار است اگر جورم میباشیم مصرف پروردگار چیزی که رضای پروردگار باشد دیگر پیازت خلاص که مگاز در بتم این مگاز بر در بتم پاختان رو روغن داغ شود آه که همه تا پرتی دیگر که همین بوی پیاز داده یک بفته و دیوانه کنه باش که از این دسته گاز میره کم باش برای من چی دست واشلایشان زود خراب میشه مادر کلان تو واشل اگر نیو قرار از واشل استفاده هم نمی گاز ایلا دادم چلو ورسی هم پیش همه چیز پیش بیخی همی آشپزخانه ریخ خواستم بوی گاز گرفته بود گنده بیاک میداد بیخی ناخر گفتم گمش که بلا در پس شده گاز را قید کنم دیگه خیر کرده وقت واس کردن یک دفعه از کلیش گاز مبرایه و شست از کلی مبرایه امرو سارا جان یا برا چی گفا چی سخنا آوردی برو یک جای رفتیم خواه جان خواه یک جای رفتیم دیگه چاش تمودی ها بودیم خواه چاش تمودی ها بودیم میمانی میمونی رفته بودیم چای آوردن چای خوردیم بعد از چای دیگه چند دقیقه بود دیگه نان تیار کردن نان تیار کردن نگه تا دختره که خوردشو نگو برو دستاره بشوی بعد از این نان تیار کردن نان همین هاو دستا میاره خالا جان ام دستایی مرا بیشیم چند نفر دستا خودشوی دستا من شد کن یک رفتم چه
چی میگی؟ خب امروز من خودت دیگه خونه جان دیگه هشت قفر شد دیگه نفرم شد اما یه چیز نگفتم بگم نگه مراکم میزنه چرا خم دیگه چیز نگفتم خالا جان دیگه نفرم شد از یه هم توقف کرد متوجه شدم باش که از یه هم میگینی حتی من دستای نتوقف شدن دیگه دیدم که از یه هم قف کرد دیگه نفرم شد یک سه چهار نفر دمجا دست خدا شد یک رقمی تشت قفر شد که بیخی دیگه نفر آخری دیگه و بیا بود دیگه یک دفعه گفت گفی چه رقم گفی تشت چه رقم پر است دوستای مرا ششتیم یک قف کرد لاشم دیگه یک دفعه خانه جا تو که گفتن همین صاحب خانه آمد صاحب خانه آمد یک دفعه گفت چرا گفت این تو ما دوستای مرا ششتیم یک رقم قف کرد یک دفعه مادرش یادش آمد گفت فلا گفت بچه خوردم دفتاوه مویزه چی رو سینید کالار انداخته بود گفت فیر دخترها آمد چیم که گفت متوجه نشدن گفت گرفته انداختن یه دیگه دخترها دیگه دو هفتاوه یکی داخل هفتاوه رو ندیدن دو که انداختن وقتی که آوردن دست ما رو شوشتیم که قف کردن میره یا حالا چیزی که کسایی که در خانه از کلش خنده گرفته برو گفت پدرش بگر مقال انداختر دخترهایی برده که چی که دگه بیار که دستای خدا باشین که دستای کلگی سر کن متوجه بی متوجه کمی باشن بی مسئولیت کمی باشن بازه تا دستار خو میتگ آدم متوجه کار خود باشم با شرسته باشه هیچ وقت تا دستار خو نمیدم اینی می تاثیر تنبلی متوجه نشدم نفر خاله جان دیگه بازی ها بچی کردن پس دیگه یخ بازی ها پیستا کشته بود باید از او میفهمید که قف کرده باید میفهمید ایت متوجه هم نشده بودن آجاز تبدیل میکردن متوجه هم نشده بودن دم قصه و خنده و بشوی بشوی دیگه دو نفر چپ خود اگرفت مام راستی چپ خود اگرفتم نگفتم چیزه دیگه همین نفر آخری دیگه بود دیگه بیا بود گفتی یک چرا هیچ رقم دستای پس دوباره دیگه هم کلگی خنده داره دیگه اگر خم پس او دست جور کردم نامد دوباره کلگی دستای خلاش شد دیم در شمالی دستای خلاش کیپیل نشتم رفت موزی کردن استنجام کدی پیل کردم دستای ما مالو بیشقم بیشقم چرب میشقم میشقم خدا از یه از که دستم پاک شد چرا لشمک لشمک میشه دستم نگرم که بویام نمیفهمم که یک وقت متوجه شدم که دست من کششتم ات نزدیک خوب اینجای دست من شکم از چرا او چرب بسته که سعی میکنم بوش در دماغم زد که دی دی الان دو دخترک تیز یک دارگه که او بیر که من قف بزنم بشوی که من تو فساد کشیدم که هم بیتوجه بودم نی یکم بیتوجه هم نبودم خب خانه کس که بری بلد نباشی چیزش مشکل است در خانش ما هم بشکره کردیم گفتم برده که تمام او پرسته که بگه حتما به وضوع یای خدا مندر یه زندگ که بخیر مرمش خورش میکن بگه برو دگه کار تکن مادر کلان سر صدایت نه بره یا چوب هستی پنج شش روز بودین دیگه پنج شش جمعه پنج شش می وزم خراب شده جمعه شنبه یک شنبه دو شنبه حالا دیگه گفت میگفت مو خدا جان من یه نمی جره می غار کنم من برو می اول کلاه دیگرم پرس بیه از امیتر از یادتر خون گفتم اگه ناله ما برم در کدوم جای بفتم دستم بشکنم یخ خق قلب یخ خق خود چرا کم اگر این دلک می نتو این تو می شد گفتم یه یک شب اگه اینجا پیش تو تیر می خم یا من دی که از قراق سکلا می شد از خود دلاله این یخ خق یخ خق ها یخ خق ها شب اگه اینجا پایدم صبح میرم دیم مدر اگه گوتی سنگی بشن یک شب اگه اونجا تیر می کنم یه قیقه زنگ ها میزدم دلکم خوش میشه آه نه بیچاره مادر کلان
روز 3 دفعه 4 دفعه زنگ میزنم. باز دیگه زنده باشم. نیخواه از این قخشت هایش هم میشنم. بیشش برم بشنم که گر بزنیم. باز خدایا میگفتم این روزه بریم. باز سی کلا یک جای شاییم. همی ببویم ببویم بود دلقای مخالی شم. نا با خدا. هزار بار شکر که جور شدی. اینا دینا دیگه سلام آلی دست. بله بگیم. هزار بار شما را فران دقام یرادم در خونه خسته می شدم. روزای زمستانی باید آدم سکو یکیه میره محبت نمانده میره شنیده نمک نمانده شنیده بوده نمانده میره محبت به مادر آده بین مادر بچه و مادر پدر و دختر نمانده هیچ خلاش. اگر این سابق مردم کتی یک بیگانه رفت آمد میکرد میشیشت میخیست روزای زمستانی بارندگی یا بیایی که بریم خانه فلانی گمست که دال بود یا پیوه بود پرد بچه با جادو میتن دال بود پیوه بود میشینیم میخوریم من خب چی به خیالت از دست مشکلات های زندگی و اقتصاد و سودای جان بجانی شدن عالمی کلگی غرق خون جان خود هستن دمو زندگی خود سیگان تا هم تا چیز هستم که به همه چیز از یادشان رفته و رفت آمد هیچ نیدگنیم یک ششت خیست نیم از من وضعیتم خراب بود نیدستی میدان هوایی خانه همشینیم میرفتم خواسته بودن من اونجا میرفتم که یک نواسه کاکایم چند دفعه سن دفعه است که بیچاره زنگ میزنه که همه میاییم خانه تان همه میگیم همه میاییم خانه تان این در نیزی که در سرکه میدان رسیده بودم گفتم ما بچه مگه میگیم اینه پس دور میخورم میرم خانه خانه میرم با شما بیاینه نه دیگه همه اول از خانه برامدی دیگه برو باز یک روز دیگه همه نه پیش از مریضی پیش از مریضی زنگ زدم بخیر باشه باز بخیر بیا دیگه اینی چندین بار است که بیچاره همی دامات بچه کاکایم همراه نواسی کاکایم میگه میایم خانه تان باز بیدیم که کنسل میشه آمده میشم بس از بانجا بیدیم بودیگان بودا در خاله دنیم وقت خانه کلی خبر کنه گیریم آها بگم نه من نیرم از من خانه خبر من نگرفت رفت آمد نکرد خانه من چرا برم نان اجرا بکرم خب باز نان بی نگیم در جان آدم نمیشینه دکم تو خانه یکی بیری و بازو خانه ایت نبیه اگر بازو عین بی غیره یک آدم از بخواه چه قسم نان در جانت بشینه چه قسم نانه بخونی ما بیانا دونیم که ما کجا سیگه تون بخیرم چه خانی منو من گفتم بچی قربانه که تعمیر تو که اینه که یک مانه که چای مرا بخواب باز ما پلاو تو را بخواب یه یعنی جان سبکی جان بودم بچی بسید که منش سبکی با بچی گفت همه تو گفتم یعنی چرا این اصلوهای نگه همین که بودم گفتم گفتم بچی یه هم زکسی تا را بسید پیش کردم خود پیش سانه را کرد از پرس بین که اگمان چای کنیم خواه دگر همین خواه نمک انداختی بنا دگر خود زندگی دگر شکر میکنیم در حال شکر میکنیم از بعد بهتر شتوبه دگه زمستان است یک دفعه باشه دست پای آدم باز میشه بخیر. آدم باز به خیکتی خیر بی واقعی لایی میتانه که آدم یک روز بره و بگرده یا میمان خانی خودت بیاید دست پای واز زمتان دبار مزه میتن زمستان دگه همه جور کن همه باش کنک نخورن نمک انداختیم میبسیم نمک ننداختیم نمک تپرتون زندگی است در حال شکر میکنم از بعد بهتر است
خراب سرما. آه دیگه. خب عزیزای دل جان جیگر خلا جان ممتیرش خلا شده کمتیر شدیم ماشین خراب شده یک وقتی کوتاه بازم با ما باشیم. بیندای عزیز کدوگک ما پخته شد تمت تند تیز مزدار دیگه سفره تیار شد حالا دیگه آمده خوردن استیم جای شما عزیزای دل خالی است خدا خالی نسازه نوش جان کنیم ببینیم که چطور است خوردید خودت یک ذره من خیلی لقمه خوردم حالا جان تند تیز مزدار آمده دیگه تو بی جان نوش جان کنیم عزیزش بگویم باش گرم عزیزت کام اندازم پرتم برات پرتو خمک کنیگه من خیلی برد پرتو ماست جور باش پرتو برو دیگه من پرتو برد بسم الله بسم الله یه نام خدا اتا گشنام شدیم نوشی جان از این کامرا آن شما وقت مانا تو تکن مان تو تکن این نفسه جان مشکم تو تشه تندست دیگه میتونیم بسیار همه تو مزدارا خیلی بینی بچیم تند و تیز آمده نوشی جان خاله جان نفسه جانم یه هر چقدر که تند باشه که اینمه قبول چه نخواد باشه آخ عادت هست نی بی جان عادت کده نگه همه خوب تنده عادت هست دیگه هر خر که دید تند باشه که مرچ تازه سرش نخوری مزه نمیده الان مرای دسته از گشتش دیم سرکس خاله جان خواه جایی رفته بود میمانی میمانی رفته بود چند بار مرش تلبیس در مغازایی برشاردن جور کم چای سو ببرش چند بار تلبیس گفت مرش بیار در بین از اون مرش انداخته بودن امیسای به خانه گفت نه قدر مرش نخواه میده درد میشی میده درد میشی دیگه خیست خودش رفت داشت پس خانه گفت شما خونه میاریم من خودم میریم میگیرم کاکاگی کرد دیگه کاکاگی کرد دیگه که میره داشت پس خانه دیگه بجای مرچ سرخ رنگ دیگه میاره دیگه چی تو پایش داده و خورده میره پایش داده و خورده میره دیگه این نگو که میگه چایی سو بشت تو خون پخته کردن دیگه او تون بود این فکر کرده از همی که پایش داده میرم که میخورم یه تون کرده دیگه این دو فکر است دیگه سای به خانه کامد سای کرد در پیشوریش که خودیگک ماندگی مسالی دیگ مسالی دیگ گفت چی ناوردی؟ گفت مرچ آوردم گفت شما رو گفتم ناوردی برم گفت من بخاطر ناوردم که تو میده درد نشی از او خاطر مرچ زیاد نخو گفت تو مرچ ناوردی رنگ دیگ آوردی انداختی پاش دادی و خورده میری آها نه خیاگون تو آق کردی که تون باشه تون باشه بازم مرچ خشک مرچ خشک باز یک چکرک میکنه دیگم تا قطش نمیک تا که نپرده پیشونی خود باش نتم باز بعض کسا ات چکر میکنم یکار سمشیریم هستم از دس خطر میکنه باز دمرچ میزنه با دنوک زبان خود میزنه که نوک زبانش از لوخ بگیرم و هم از امرچ های تان دگه میدهش یکی غار شدم میدهش یکی غار شدم زیاد مرچ خورده
تنو که زبان مرچ خشک نخس داره نه تازه نخس نداره های بین خوب مزه دار آمده پتاب بی بی جان اتون دام که منوز مرچ ریزه کده خورده میره خیره بچه خودتون دل کنه خب ای که نباش خیلی نمی آوردی من گم راست میگی بی بی جان که آوردی دیگه باید خورده شوه ما هم امروز دیگه شوق مرچ چیره کدم تازه را نوشی جان تاله دیگه ناگزیر بندای عزیز که از پیش شما اززای دل خدافیزی کنیم جای شما اززای دل خالی است اگر با کامرمین ما مگشنه است ساعتم 12:30 بجه فکس هستم این بود برنامه آشپزی یفته ما تا برنامه بعد الله یارم مددگارتم